درود بر شما به خبر دست طلو و طلو نیوز خوش آمدید. سرخط خبرها تأکید واشنگتن برای تعامل با کابل. توماس وست میگوید ایالات متحده با وجود تمامی نگرانی هایی که دارد خواهان تعامل با امارت اسلامی است. ما خودمان با طالبان در تعامل هستیم. با وجود بعضی از گفته هایی را که من در اینجا گفتم که انعکاس دهنده نگرانی عمیق ما درباره پالیسی های طالبان در برابر مردم افغانستان است، ما تعامل را خوبتر می دانیم. خواست قطر بر فراهم سازی زمینه آموزش برای دختران، اما امارت اسلامی می گوید مسئله آموزش دختران در افغانستان حل خواهد شد. آموزش یک حق انسانی و حتی یک وظیفه دینی است که نباید تحت هیچ بهانه‌ای به خطر بیفتد. در این مورد امارت اسلامی افغانستان هم انکار نکرده که از آموزش انکار کرده باشد، بلکه یک ضرب‌الاجل را تعیین کرده که تا امر انسانی گفته. اثرهای رکود اقتصادی پاکستان بر افغانستان. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از کاهش میزان صادرات و واردات افغانستان و پاکستان خبر می‌دهد. لوازمی که بالای خود سیستم اقتصادی پاکستان ارزشش که پایین میاد، پولشان تاثیراتشان منفی هستند. بالای واردات ما هم تاثیراتشان منفی هستند در اینجا. و آمادگی آمریکا و کره جنوبی برای تمرین‌های نظامی. همزمان کره شمالی هشدار داده که هر گونه تهدیدی از سوی کره جنوبی و ایالات متحده منجر به درگیری هسته‌ای خواهد شد. وقت شما بخیر، من شمس امانی هستم. ایالات متحده آمریکا به این باور است که کابل تا اکنون گام‌های را برای عادی‌سازی روابط با این کشور برنداشته. به گفته توماس وست نماینده آمریکا برای افغانستان، واشنگتن با وجود تمامی نگرانی‌هایی که دارد خواهان تعامل با کابل نیز است. در این میان امارت اسلامی می‌گوید که ایالات متحده نباید درباره مسائل داخلی افغانستان به بهانه‌جویی بپردازد. توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان در یک گفتگوی ویژه با طلوع نیوز میگوید تا هنگامی که کابل درباره برخی از مسائل تصمیم های جدی نگیرد، نمیشود درباره برخی از مسائل به شمول واگذاری کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد به امارت اسلامی و پول های منجمد شده افغانستان به نتیجه رسید. ما گام های قابل توجه را در جهت عادی‌سازی روابط با طالبان ندیده ایم. آنان نماینده دائمی در نیویورک و در سازمان ملل ندارند. روابط رسمی با مؤسسات مالی بین المللی ندارند. دیپلمات های خارج از کشور در غرب ندارند و آنان دسترسی به دارایی های معلق در کشورهای خارجی ندارند. تصور نمی کنم تا زمانی که آنان تصمیم های مسئولانه تری نگیرند، درباره هر یک از این مسائل با آنان کنار بیاییم. همزمان با این، به گفته توماس وست، واشنگتن با این همه نگرانی ها خواهان تعامل با طالبان است. ما خودمان با طالبان در تعامل هستیم. با وجود بعضی از گفته هایی را که من در اینجا گفتم که انعکاس دهنده نگرانی عمیق ما درباره پالیسی های طالبان در برابر مردم افغانستان است، ما تعامل را خوبتر می دانیم. و از همین رو من با رهبران طالبان در ماه دسامبر دیدار داشتم و من توقع دارم که در آینده نیز با رهبران طالبان دیدار داشته باشم. این دیپلمات آمریکایی همچنان می‌افزاید که آنان خواهان گفتگوهای میان افغانان نیز هستند. ما می‌خواهیم که گفتگوهای میان افغانان با طالبان در داخل افغانستان به گونه جدی و سازمان یافته شکل بگیرد تا درباره آینده کشور، درباره قانون اساسی و در مورد حقوق اساسی صحبت کنند، اما این روند به گونه جدی به پیش نمی‌رود. رابطه آمریکا و دیگر کشورها با اداره موقت طالبان وقت بهتر خواهد شد که در 4 مورد تغییر اساسی بیاید. اول، به حقوق اساسی مردم افغانستان احترام گذاشته شود. دوم، حقوق اساسی زنان و دختران تامین شود. اجازه کار و مکتب رفتن داده شود به ایشان. اما امارت اسلامی میگوید که به خاطر حفظ روابط دو کشور گام های موثری برداشته شده است. زبیولا مجاهد میافزاید که امریکا درباره مسائل داخلی افغانستان بهانه جویی می کند و نمیگذارد تا روابط عادی شود. نماینده های آمریکا با ما در تماس بودند و هستند. آنها باید مطرح بسازند که چی آنها میخواین از امارت اسلامی
امارات اسلامی گام هایی که ممکن است برداشته به خاطر حفظ روابط دو کشور، به خاطر تغییر سیاست ها در از حالت جنگی به حالت صلح و حالت همکاری امارات اسلامی آماده است. این در حالی است که پیش از این امارات اسلامی گفته است که هرچند به تمامی تعهداتش با امریکا عمل کرده است، اما امریکا با وعده هایش با امارات اسلامی پابند نبوده است. وزارت خارجه قطر میگوید که این کشور در صدر کشورهایی است که کمک های توسعه ایش را در بخش آموزش به افغانستان و کشورهای دیگر فراهم می سازد. به گفته معاون وزارت خارجه قطر، در نشستی که در اندونزیا سال پار برگزار شده بود، شرکت کنندگان آموزش را حق انسانی و وجیبه دینی دانستند. از سوی هم امارت اسلامی در این باره میگوید که مسئله آموزش دختران در افغانستان حل خواهد شد. معاون وزارت خارجه قطر میگوید که کشورش در صدر کشورهایی است که کمک‌های توسعه‌اش را در بخش آموزش به سطح جهانی در شمار از کشورها به شمول افغانستان برای مرد و زن فراهم می‌سازد. به گفته او، در نشستی که سال پار در اندونزیا با حضور نمایندگان 40 کشور جهان برگزار شده بود، تمامی طرف‌ها توافق کردند که آموزش یک حق انسانی و حتی یک وظیفه دینی است که نباید تحت هیچ بهانه به خطر بیفتد. دولت قطر با همکاری جمهوری اندونزیا سال گذشته کنفرانسی را در مورد زنان افغان در بالی با مشارکت بیش از 40 کشور علاوه بر تعداد زیادی از سازمانها، مؤسسات آموزشی، بخش خصوصی و سایر نهادها مانند ملل متحد، اتحادیه اروپا و سازمان همکاری اسلامی برگزار کرد. همه طرف ها توافق کردند که آموزش یک حق انسانی و حتی یک وظیفه دینی است که نباید تحت هیچ بهانه ای به خطر بیفتد. ما سرکوب شدید طالبان بر زنان و دختران در افغانستان، از جمله ممنوعیت ورود آنان به دانشگاه‌ها و مکاتب متوسطه را محکوم می‌کنیم. اما امارت اسلامی می‌گوید که این مسئله همیشگی نیست و تمامی چالش‌ها حل خواهند شد. در این مورد امارت اسلامی افغانستان هم انکار خود نکرده که از آموزش انکار کرده باشه، بلکه یک ضرب الاجل را تعیین کرده که تا امر ثانی گفته و تا گرفتن آمادگی ها در این بخش که مشکلات رفع شود. بیش از 1.5 سال از بسته شدن مکتب ها بر روی دانش آموزان و بیش از 2 ماه می شود که دانشجویان دختر از دانشگاه ها محروم شدند. مسئله ای که واکنش های داخلی و جهانی را به دنبال داشته است. ایالات متحده میگوید که 29 میلیون تن در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند. به گفته وزیر خارجه آمریکا، محدودیت ها در برابر زنان روند کمک رسانی را به افغانستان متاثر ساخته است. سوی هم امارات اسلامی میگوید که از بحر ایجاد یک راهکار مناسب برای کار بانوان تلاش ها جریان دارد. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا کار زنان در نهادهای امدادرسان را مهم می‌داند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا می‌گوید که 29 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشری وابسته هستند و تصمیم طالبان درباره منع زنان از کار روند کمک رسانی را نیز متأثر می‌سازد. فرمان اخیر طالبان مبنی بر منع زنان افغان از کار کردن برای سازمان‌های غیر دولتی، راه‌های دیگری که باید باز باشد بسته است. در همین حال برخی از بانوان از امارت اسلامی می‌خواهند تا زمینه کار را برای بانوان در کشور فراهم بسازند. از امارت اسلامی می‌خواهیم که برای به خاطر زنان زمینه کار مساعد بسازند تا خانم‌ها هم بتونن کار کنن و در این شرایطی که فعلا ما قرار داریم، خانم‌ها هم نیاز به کار دارن و نانآور خانه‌هایشان هستند. ما از امارت اسلامی خواهان عزیز هستیم که اجازه از این را بتن به خانم‌ها و طبقه اوناست که بتونن پیشرفت کنن، ترقی کنن، اجازه از این را بتن بشن که وظیفه برن. از سوی هم برخی از آگاهان مسائل اقتصادی به این باورند که کار کردن زنان در نهادهای غیر حکومتی در رشد اقتصاد خانواده ها اثر مثبت دارد. حضور اقتصادی زنان در افغانستان بدون شک حتمی است و این روی تولید ناخالص داخلی افغانستان، روی مسائل شکوفایی اقتصاد افغانستان، روی رشد اقتصادی افغانستان، روی افزایش عاید سرانه در افغانستان و همچنان روی کاهش فقر تاثیرات خیلی مثبت خود میتونه که بجا بگذاره. در عرصه خصوصی زنان و مردان که شاغل هستند و کار میکنن میتوانن عواید و روزی حلال بر خود پیدا بکنن و بتوانن که نفقه و عیاشه و عباده خانواده خود را تهیه بکنن.
همزمان با این امارت اسلامی میگوید که در حال حاضر زنان در بخشهایی که نیاز جدی است کار میکنند. وزارت اقتصاد که با مؤسسات بین المللی همیشه در تماس است، روی طرز عمل کار میکنند که جایی که استثناء است رو مشخص بسازند و همچنان خانمایی که بیکار شده بعد از دو هم راهی بدیل بسند. پیش از این اتحادیه اروپا نیز گفته است که کاهش کمک‌های مالی و بشردوستانه به زیان مردم افغانستان است و این کمک‌ها نباید از بهر مسائل سیاسی کاهش یابد. رهبر امارت اسلامی در دیدارهایش با شماری از سرپرست وزیران و عالمان دین در قندهار درباره چگونگی فعالیت‌های نهادهای دولتی و بودجه سال تازه هجری خورشیدی گفتگو کرده، اما شمار از آگاهان سیاسی بر این باورند که در این دیدارها درباره مسائل امنیتی، بازگشایی مکتب‌ها و دانشگاه‌ها و روابط با جهان نیز گفتگو شده. سخنگوی امارت اسلامی میگوید که مولوی هبت الله آخوندزاده رهبر امارت اسلامی روز پنجشنبه در قندهار با سرپرست وزیران دفاع، داخله، خارجه و تکنولوژی معلوماتی و شماری از عالمان دین از کابل، ننگرهار، خوست و برخی از ولایت‌های دیگر دیدار کرده است. سخنگوی امارت اسلامی میگوید که در این دیدارها درباره مسائل بودجه و راهکارهای آینده گفتگو شده است. امیر از وزرا خودمیشه اولگیری میکنه، آنها را تحت مراقبت دارن و همچنان هدایت لازم برشان میتن. علما در راستای ملت و مردم خود مکلفیت دارن. مشکلاتی که امروز سدیرای مردم افغانستان هستند و علمای افغانستانی مشکل و امیر امارت اسلامی بازگو بکنن و همچنان چالش هایی که پیش رو است این چالش ها را باید مطرح بکنن. در همین حال شمار از آگاهان مسائل سیاسی بر این باورند که در این دیدار درباره برخی از مسائل دیگر نیز گفتگو شده است. به خاطر که تدابیر امنیتی گرفته شد، به خاطر حمله های داعش و مقامات و دیگر گروپا و همچنان مسئله هاده که بحث شدن، مسئله گشایش مکاتب برای دخترها و پانتون ها بخواد بودن. اخبال و وزیران و پنومندگی دی کابل نا دی طولی کبینی پنومندگی آتت لیلی دی موضوع درکلی چی چمرا حساس ده دی دنیاوال و دی افغانستان دی طول ولس حساسیت درکلی دوی پیگی چی در مسئله باید زر حل شی. این در حال است که پیش از این به دستور رهبر امارت اسلامی در بسیاری از ولایت‌های کشور شوراهای عالمان دین ایجاد شده که هدف آن نیز رسیدگی به چالش‌های مردم و مشوره‌دهی بر بنیاد شریعت به مسئولان مربوطه گفته شده است. مسئولان محلی نمروز میگویند که در نزدیک به یک سال پس این نزدیک به 500 جسد شهروندان افغان از ایران به کشور منتقل شده اند. به گفته آنان این افراد در رویدادهای گوناگون در ایران جان باخته اند. از سوی دیگر شمار از مهاجران کشور که از ایران به کشور برگشته اند از بدرفتاری ها در برابرشان شکایت دارند، اما مسئولان کنسولگری ایران در قندهار در این باره حاضر به گفتگو نشد. عبدالغفار عزیز از نمروز این گزارش را فرستاد. این پیکر بیجان امین الله 44 ساله است که انگام کار در ایران از ساختمان افتاده و جان باخته است. بند ساختمان چرا بود نه بی می پیسې نه کنه خرچ نه چې اوس راو نه کوم اما ټول تر اوس راو لا کوم نه سب زبا نور کار نه کوم سر کړی دی کارګری به خاطر تل او ساختمانی کار کوم. ایران حکومت لور سال تا اصلا توجه ورته ونه کوله، کومک ورسره ونه کوم. با این حال مسئولان محلی نیمروز میگویند که در 11 ماه پسین 469 جسد شهروندان کشور از مرز ایران به ولایت نیمروز منتقل شده است. مختلف وجوهات څخه دغه پیش را منځ سوي دی او 409 بته هیوادوالو جنازه د دې لارې څخه منتقل سوي دی و خپل ولایتونو خپل کورنۍ ته د مهاجرینو چارو د ریاست په همغږي او همکاري باندې د دې سره د مرسته کړل سوي ده. از سوی دیگر شماری از مهاجران که از ایران به کشور برگشتند از بدرفتاری سربازان این کشور با مهاجران افغان سخن میزنند. از ایران مردم ها را به قصد رد و مرز کردند، میزنند با زیر شکنجه، با بدر اسلحه. ما را سر مرز گرفتند، 500 در یک قفص چه انداختند، نمه تقریبا 500-600 فامیله که کلش طفل خورد داشت. سخت ترین ما تا بالی رقم جزا را اینم اینه تقریبا 14 سال عمرم است، من در رو به 15 میرم این رقم جزا را من در عمرم ندیده بودم. خواستیم در این باره دیدگاه مسئولان کنسولگری ایران در قندهار را نیز داشته باشیم، اما آنان در این باره حاضر به گفتگو نشدند. ادامه خبر ده تا لحظات دیگر.
ادامه خبر ده. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که رکود اقتصادی پاکستان سبب شده تا صادرات آن کشور به افغانستان کاهش یابد. بر بنیاد اطلاعات اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، میزان صادرات و واردات افغانستان به پاکستان نزدیک به 3 میلیارد دلار میرسید که هم اکنون این مبلغ کم شده. در ماه‌های پسین پاکستان با رکود اقتصادی کمپیشینی روبرو شده است. در حال حاضر این کشور با تورم بیش از 31% روبرو شده است و این مسئله شهروندان این کشور را با چالش‌های جدی اقتصادی روبرو ساخته است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گوید که افزایش بحران اقتصادی در پاکستان افزون بر تبادلات بازرگانی دو کشور بر اقتصاد مردم نیز تأثیر می گذارد. تجارت ما در پاکستان روز به روز خراب شده میرن و این تاثیرشان علاوه از که بالای خود سیستم اقتصادی پاکستان ارزشش که پایین میان پولشان تاثیراتشان منفی هستن، بالای واردات ما هم تاثیراتشان منفی هستن. در اینجا همزمان با این برخی از آگاهان اقتصادی میگویند که بحران اقتصادی در پاکستان افزون بر این که مهاجران افغان مقیم در پاکستان را با مشکلات روبرو میکند، بر اقتصاد مردم در داخل افغانستان نیز اثرهای منفی دارد. پاکستان که قیمتون لوړ شوی، البته د گاز و د تیلو یو په دوه په درې نرخونه ختلی، نو په واقعیت خبره خو دا ده چې افغانستان هم د دغه پاکستان د بحران اقتصادي نه څه ناڅه مشکلات افغانستان ته هم منځته راځي. در کل وضعیت بد اقتصادی در کشورهای همسایه به شکل مستقیم و یا غیر مستقیم میتواند تاثیرات خیلی منفی خود را بالای افغانستان داشته باشد. بر بنیاد گزارش ها بحران اقتصادی در پاکستان، ارزش روپیه این کشور در برابر دلار آمریکایی را به گونه بی پیشینه کاهش داده است و بهای اقلام در این کشور بالا رفته است. در این روزها بهای تیل در کابل اندک کاهش یافته. به گفته وزارت صنعت و تجارت اکنون بهای تیل در بازارها تا 10% کاهش یافته و تلاش می شود تا بهای مواد سوختی دیگر و مواد خوراکی نیز کاهش یابد. در این روزها دیده می شود که بهای نفت در تانک‌های تیل در کابل تا 5 افغانی کاهش یافته است. برخی از رانندگان در حالی که از کاهش بهای تیل شادمان اند، از مسئولان می خواهند که بهای تیل را از این هم پایین تر بیاورند. تیل بهایش علاوه شکر خدا یک ذره ارزان شده نسبت به هفته های قبلی یا ماه های قبلی و حالا دیگه خوب است. خرچ خرابات خانه را میتونیم که یک چیز جور کرده میتونیم کنترل داشته باشن سر نرخ ها. در یک تانگ میریم یک نرخ است، یک تانگ میریم دیگه نرخ است. یک کنترل جدی داشته باشن که می تیل حداقل در هر تانگ به قیمت سودا کنن که یک نرخ باشه. به گفته برخی از تیل فروشان اکنون بهای یک لیتر پترول از 70 به 65 افغانی و بهای یک لیتر دیزل از 80 به 75 افغانی کاهش یافته است. وسم خوشاله دی غواغی نورم وچی دی 50 و ترخکت شین خو بوی. نو کوشش کیدی مشران په کوشش کیدی گیدش نورم راخکتش. در این میان وزارت صنعت و تجارت میگوید که بر بنیاد قرارداد واردات تل با روسیه قیمت تل کاهش یافته است و تلاش می شود تا بهای مواد سوختی دیگر و همچنان بهای مواد خوراکی نیز کاهش یابد. ما کوشش به داریم تا نرخ ها از این بیشتر کاهش پیدا کنه ان شاء الله. چنانچه شما میبینید در بازارها هم تل، هم گاز، هم آرد گندم همه نرخ ها کاهش پیدا کرده. پیش از این وزارت صنعت و تجارت پیمان خرید تل را با روسیه امضا کرده است که بر بنیاد این پیمان انتظار می رود 2 میلیون تن نفت وارد کشور شود. رفت و برگشت کوتاه. یک بار دیگر خوش آمدید. پیرمردی در غزنی با نواختن توله میخواهد غصه های از دست دادن دو فرزند جوانش را به فراموشی بسپارد. جانان مومو که باشنده ولسوالی خواجه عمری غزنی است میگوید دو پسرش در صفوف نیروهای ارتش پیشین خدمت میکردند و در چند سال پیش همزمان در نزدیکی خانهش کشته شدند. به باور او نواختن توله یگانه راهی است که میتواند قدری از غصه هایش را بکاهد. جانان ماما پیرمرد 64 ساله که درد از دست دادن دو فرزندش سبب شده تا به نوای نی یا توله پناه ببرد، میخواهد با آن اندکی از اندوهش بکاهد. جانان ماما میگوید که چند سال پیش دو فرزند جوانش را که در صفوف نیروهای ارتش حکومت پیشین وظیفه اجرا میکردند
روز دوم عید قربان در نزدیکی خانه اش کشته شدند و اکنون برای تسلی دل اندوهگینش می خواهد درد خود را با نوای نی فریاد بکشد. والا که غم زیاد میشه دیگه، مگم برم یک دقیقه طلعه دیم که خوشحالیم رویونه هم دمیسونی طلعه مرم. او میگوید هرچند از ایام کودکی تا جوانی به نواختن طلعه علاقمندی داشت، اما اندوهی از دست دادن دو فرزندش او را واداشت تا در پیری نیز دوباره به نواختن طلعه روی آورد. این مرد که تنها نانآور خانه اش است آرزو دارد تا صلح همیشگی در کشور تأمین گردد و دیگر هیچ خونی به ناحق در وطن ریختانده نشود. ملت آرام باشه دیگر ارمان ندارم که یک را در وطن آرام میتا مسلمان ها نفس بکشه، یک زندگی آسوده داشته باشه. در همین حال مسئولان محلی غزنی از کمک به خانواده های سخن میزنند که فرزندان خود را در جنگ های گذشته از دست دادند. غزنی که هغردیری دست کورنۍ چې د تیر نظام په محل باندې خپل مثلا کورنۍ غړي له لاسه ورکړي او یتیمان ترې نه پاتې دي، هغوی ته د اسلامي امارت له طرفه معاشات هغه د شهیدانو د کورنیو ته چې ورکول کېږي هغه دوی ته هم ورکول کېږي. گفته می شود که خانواده های زیادی در کشور وجود دارند که در جنگ های گذشته فرزندانشان کشته شدند و تاکنون سوگوارند. شماری از این خانواده ها به علت نداشتن سرپرست و نانآور اکنون با چالش های بد اقتصادی نیز روبرو هستند. رفت و برگشت کوتاه. یک بار دیگر خوش آمدید. ارتش کره جنوبی و ایالات متحده آمریکا اعلام کردند که رزمایش نظامی سالانهشان را به مدت 11 روز از تاریخ 13 الی 23 ماه مارچ برگزار خواهند کرد. در حالی که تنش‌ها میان کره شمالی آمریکا و کره جنوبی به شدت افزایش یافته است، مقام‌های آمریکا و کره جنوبی از برگزاری تمرینات مشترک نظامی میان دو کشور در روزهای آینده خبر می‌دهند. این تمرینات مشترک نظامی که تحت عنوان سپر آزادی بوده، به منظور تقویت قدرت نظامی و هماهنگی دفاعی میان دو کشور در برابر تهدیدات هسته‌ای کره شمالی انجام خواهد شد. کره جنوبی و ایالات متحده مانور سپر آزادی را برای تقویت وضعیت دفاعی ترکیبی به مدت 11 روز از تاریخ 13 الی 23 ماه مارچ انجام خواهند داد. این رزمایش‌ها در حال برگزار خواهد شد که کره جنوبی و آمریکا به شدت نگران پرتاب‌های موشکی کره جنوبی اند. به گونه ای که کره شمالی از شروع سال گذشته میلادی تا کنون بیش از 70 موشک بالستیک از جمله موشک‌های بالستیک قاره‌پیما را شلیک کرده است. ما همچنان تعداد تمرین میدانی ترکیبی در مقیاس بزرگ را انجام خواهیم داد. یکی از این تمرینات شامل یک تمرین ترکیبی آبی خاکی است که برای بهبود قابلیت های اجرای عملیات ترکیبی انجام خواهد شد. همزمان کره شمالی هشدار داده است که هر گونه تهدید از سوی کره جنوبی و ایالات متحده آمریکا منجر به درگیری هسته‌ای خواهد شد. همینجا رسیدیم به پایان خبر دست. همراهی شما سپاسگزارم. شبتون بخیر. خدا نگهدار.